چانه‌زنی برای ائتلاف انتخاباتی زیر سقف خانه رهبران سیاسی چگونه ائتلاف برای انتخابات در راه است؟ هدف از این نشست جستجوی راه‌های برای تحکیم اعتماد ملی و وحدت ملی، جستجوی راه‌های بهتر برای برگزاری انتخابات. جایزه امصد رسانه‌ای آلمان به مرد ایستاده ترکیه داده می‌شود. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس شوهش خوش آمدید. از چند روز بدین سو محافل چانه‌زنی برای ائتلاف انتخاباتی در خانه برخی از رهبران سیاسی گرم است. دوشنبه شب رهبران اپوزیسیون در منزل ژنرال دوستم رهبر جنبش اسلامی افغانستان گرد هم آمده بودند و امشب گفته می شود در منزل آقای محقق این رهبران حضور می یابند. در نشست دوشنبه شب احمد زیا مسعود، محمد محقق، امرالله صالح، ژنرال دوستم، دکتر عبدالله، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، حنیف اتمر، زلمای خلیلزاد، قیوم کرزی و علی احمد جلالی شرکت داشتند. این نشست گفته شده که به منظور ایجاد یک ائتلاف بزرگ میان احزاب و رهبران سیاسی افغانستان برگزار شده است. هدف از این نشست جستجوی راه‌های برای تحکیم اعتماد ملی و وحدت ملی، جستجوی راه‌های بهتر برای برگزاری انتخابات به شکل شفاف، آزاد، عادلانه، سراسری و عاری از تقلب و در عین زمان برگزاری انتخابات به نحوی است که در پایان سبب موفقیت شود، سبب به میان آمدن یک دولت مشروع با پایه های بسیار وسیع شود. چانه‌زنی های سیاسی زیر سقف منزل رهبران سیاسی چگونه ائتلاف واقعا برای انتخابات بعدی در راه است؟ فیض‌الله جلال استاد دانشگاه برای بحث بیشتر با ما هستند. همچنان اجمل بلوچزاده کارشناس سیاسی هم به این بحث خواند پیوست. خیلی خوش آمدین آقای جلال. تشکر. چی چیز دو طیف رهبران را، حالا کسانی که از غرب آمدند با که رهبران اپوزیسیون که در داخل هستند، اینا را زیر یک سقف جمع میکنه آقای جلال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به حیث یک شهروند و به حیث یک تبع افغانستان از یک جا شدن و نزدیک شدن گروه های مختلف سیاسی استقبال میکنم، ولی خدا کنه که این یک جا شدن ها بر بنیاد یک برنامه ملی و یک پروگرام ملی باشه. در غیر از او ما 13 سال پیش تجربه این یک جا شدن ها را در ارک ریاست جمهوری هم داشتیم که گروه های مختلف در ارک ریاست جمهوری یک جا شدن و توافقات کردن برای آقای کرزی که ما و شما پیامدش هم میبینیم. اگر بازم گروه های از غرب بیایه و گروه های هم از داخل کشور و اینا بر سر منافع خودشان توافق کنند و یک پروگرام ملی ارائه کرده نتانند که مورد قناعت مردم افغانستان، فکر میکنیم که محور اساسی، گریه اصلی در کجا زده شده بر اساس منافع ملی؟ ما خود این نشست هایی که دیشب در خانه ژنرال دوستم، امشب هم در خانه آقای محقق، ما تا هنوز کدام طرحی را نمیبینم. ما دنبال یک گمشده خود میگردم که عبارت از یک طرح ملی است و آرزو میکنم که در پایان نشست هایشان این آقایان بتانند یک طرح ملی ارائه کنند، یک پروگرام ملی ارائه کنند و که او مورد قناعت مردم افغانستان قرار بگیرد. در غیر از او 13 سال پیش هم اینا ششته بودن و یک نسخه ارائه کردن که اون نسخه متاسفانه یک نسخه نابکار برآمد و به نفع مردم افغانستان تمام نشد و پیامدش فوق العاده ناگوار بود. ما و شما دیدیم که در 13 سال مبارزه علیه تروریسم طوری شاید و باید صورت نگرفت، مبارزه علیه نیروهای افراطی و بنیادگرا طوری شاید و باید صورت نگرفت، مبارزه علیه فساد اداری طوری که مردم افغانستان توقع داشتند و جامعه جهانی توقع داشتند صورت نگرفت. اگر باز عمو وضعیت ادامه بیاوه از آدرس مردم تحت عنوان ائتلاف بزرگ، فکر میکنم که یک بدبختی جدید است که مردم افغانستان در سالهای آینده او را امتحان خواهند کرد. آقای بلوچزاده، حالا این کنار آمدن ها و نشستن زیر یک سقف، فکر میکنین دور یک برنامه ملی است و یا یک معامله برای انتخابات بعدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما استاد بزرگ. سلام شما بنده های عزیز تلویزیون شما. ببینین افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس قرار داره.
هر قدر ائتلاف ها هر قدر بسیج سازی و هر قدر همگرایی به خاطر برگزاری انتخابات شکل بگیره اطمینان مردم بیشتر میشه نسبت به پروسه انتخابات و او سنگ اندازی ها و او در حقیقت برنامه‌ریزی هایی که به خاطر عدم برگزاری انتخابات و یا به تعویق انداختن انتخابات هست جلو از اینها را گرفته میشه. باوری است که نشستی که دیشب در خانه جنرال دوستم صورت گرفت با توجه به اینکه افراد اشخاصی که پیشتر استاد جلال هم اشاره میکردند که 13 سال پیشتر با هم برنامه داشتن صحبت داشتن، اما این شرایط با اون شرایط متفاوت تر هست. چه تفاوتی؟ تفاوت فعلی با توجه به اینکه اولا حمایت های جامعه بین المللی به خاطر برگزاری انتخابات، یک دومی که مردم افغانستان انتظار هستند که انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیزش صورت بگیره، از طرف دیگه هم منتظر هستند که تمام کمکاری هایی که در طول این مدت شکل گرفته در رابطه با فساد، در رابطه با اصلاح اداره، در رابطه با تروریسم، در رابطه با پروسه صلح، در رابطه با قاچاق مواد مخدر و سایر موارد دیگه، اینها باید جواب داده شو برشان و راه حل برشان دریافت شود. ما میخوایم بگم که اگر اینجان بس برنامه نباشه، این سقف بیرون نریم، حالا سقفی که رهبران جمع شده بودن دیشب و امشب، فکر میکنین روی این مسائل اینها صحبت میکنن یا اینکه یک جرامت برای انتخابات بعدی؟ دو بحث است اینجا. یک بحثی است که بیشتر تلاش میشه که انتخابات را قومی بسازن، این به این معنا که اگر رئیس جمهور پشتون هست باید معاونینش تاجک و هزاره باشه و اگر رئیس جمهور تاجک باشه معاونینش یک هزاره و یک پشتون باشه. تمام تلاشی است که اول انتخابات پروسش از حالت قومی بودن بیرون شود. یک بحث نتیجه باید امی بحث باشه. بحث دومی است که چگونه بتونیم افغانستان را از اون تهدیدهایی که بعد از سال 2014 در انتظارش است از این بیرون بکنیم. افرادگرایی، تروریسم و القاعده و حضور طالبان در پروسه های انتخاباتی در نزدیکی دروازه کابل و در نزدیکی افغانستان هست. با او دلیل هر قدر اینا مطمئن میشن، هر قدر اینا متحد میشن و روی کاندید واحد که برنامه ایشان از حتما کریزی کار میکنن، خیلی به نفع افغانستان خواهد بود. اگر یک کاندید واحد تعدد کاندیدها از جلوگیری شود، مطمئنن که ما به طرف مشارکت بیشتر خواهیم رفت، به طرف سهمگیری بیشتر خواهیم رفت. یعنی اون شعار رکمیتن که انتخابات واقعا عادلانه خواهد بود، واقعا آزاد خواهد بود، واقعا شفاف خواهد بود. تعدد کاندیدها باعث تقلب میشه، تعدد کاندیدها باعث دلسردی مردم میشه. عده‌ای از افراد چهره های خواهند خود کاندید کرد که میتونه پروسه انتخابات رو بیاد. ولی در یک روند دموکراتیک باید برای همه مساویانه، مطابق به قانون، مطابق به قانون، مساویانه هر کس حق داشته باشه که بیاید در این پیکار اشتراک بکنه، نه اینکه چند نفر بیاین و گروگان بگیرن تمام پروسه را. اوتونیس یعنی به این معنا که افراد اشخاصی که شایسته هستن، اگر خود از اینا شایستگی مدیریت افغانستان را دارن بفرمایند، اگر ندارن بهترین ها را نامزد بتن. در غیر از او چیزی که بسیار مهم از برنامه است، استاد هم برش اشاره کرد، برنامه مشخص وجود نداشته باشه رفتن حالا داره چون این برنامه مشخص میخوام بر سرش کار شب فعلا ما نشنیده نه چی وقت باید کار شود حالا تا یک ماه دیگر باید معرفی میخوایم. بکنن فیلن که کی میره با این ما نشنیدیم، اما رفتن چهره ها درد ردوا نمیکنه. از رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور کرزی یک میراث بسیار بده به او رئیس جمهور باقی خواهد ماند که جمع فساد، جمع قاچاق مواد مخدر، جمع اصلاح اداره فاسد و سایر موارد. به او دلیل اگر این بحران ها شناسایی نشه، راهکار برش داده نشه، تغییر چهره ها افغانستان 10 سال بعد هم، افغانستان 5 سال بعد هم عین بحران خواهد داشت که افراد نمیتونن مدیریت بکنن. آقای جلال، تصویری که دیروز منتشر شد در رسانه‌ها، آقای خلیلزاد و جلالی در صدر مجلس نشسته بودند، معنای خاصی داره این نشستن ها؟ ببینین، ما خدمت شما عرض کنم که از کنفرانس بن تا امروز یک درک غلط، یک درک ناقص و غیر علمی ارائه شده که باید حتما رئیس جمهور یک پشتون باشد. یعنی چی؟ همین گپ یعنی چی؟ من میگم رئیس جمهور باید یک آدمی لایق باشه، رئیس جمهور باید یک وطن پرست باشه، رئیس جمهور باید یک آدمی متخصص، مدیر و واقعا به منافع ملی و به منافع مردم افغانستان متعهد باشه. فرق نمیکنه که بلوچ باشه یا نورستانی یا عرب یا تاتار یا ازبک یا تاجیک یا پشتون. اول ما باید دیگه پس کله خود دور بکنیم. اینمی خودش نشان میده که یک معامله غلط در پشت پرده ها جریان داره و اینمی معامله یک معامله خائنانه است، ضد قانون اساسی است، ضد ارزش های دموکراتیک قانونی اساسی است، بر معیار لیاقت،
شایستگی و دانایی استوار نیست. ما در قرن 21 زندگی میکنیم. ما باید به این لاتایلات و اراجیف پایان بدیم. اما چون یک تعداد از اوزبکا، یک تعداد از تاجیکا، یک تعداد از ازارها که در این ائتلافها سرگرم معامله هستند، لیاقت و شایستگی ریاست جمهوری را در خود نمی بینند، بناهن با تمام قدرت و توان خود به حیث معاون کاندید میکنند و در آرزوی معاونیت هستند. این خیانت است به مردم افغانستان و ما باید به این خیانت نقطه پایان بگذاریم. ما مردمی را میشناسم که از یک جای معین برای 5-6 کاندید معاون خود کاندید کردند. این به نفع افغانستان نیست. ما باید بگیم اول در این باید توافق برسیم که لایق ترین اگر پشتون است، لایق ترین از هر قومی که است، از هر گروهی که است، از هر قسمت افغانستان که است، باید او را ما حمایت کنیم و کوشش کنیم که مو آدم کامیاب شود. حالا شما به نظر میگین که این احزاب سیاسی دارن تسلیم میشن برای کسانی که احزاب سیاسی از 13 سال پیش تسلیم شده بودند. اینا دبن تسلیم شدند. اینا در کنفران در لوی جرگه اضطراری به شرمانه تسلیم شدند. اینا در لوی جرگه قانون اساسی پول گرفتن و تسلیم شدن. اینا در انتخابات اول و انتخابات دوم پول گرفتن و تسلیم شدن. اینا وقتی که قانون اساسی افغانستان نوشته می شد در او وقت پول گرفتن و تسلیم شدن. ما می خواهیم به مردم افغانستان بگم که ای مردمی با عزت و با شرف افغانستان، از این بیش به این معاملگرا تکیه نکنین و اعتماد نکنین، و اگر اعتماد میکنین به حق خودتان، به حق اولادتان و به افغانستان جفا میکنین. این رهبران از کارت مردم دارن بازی میکنن زیر این سقف. متاسفانه در 13 سال مردم تاکیتان هستند، مظلوم و مظلوم نگاه کردند. در 13 سال نخواستند که عذاب سیاسی نیرومند شود. در 13 سال نخواستند که چهره های ملی تقویه شود. در 13 سال نخواستند که جامعه مدنی نیرومند شود و چهره های بسیار خوب در رأس جامعه مدنی قرار بگیرد. بازی را همه را به نفع اینمی کسایی که اینا فاقد تفکر هستند، فاقد اندیشه هستند، فاقد برنامه هستند، فاقد خط مشی سیاسی هستند، خاطری که اینا خوب آماده برای معامله هستند. بازی را به نفع از اینا آماده ساختند و حالی هم میخواهند که به نفع امی افرادی شناخته شده که در فساد غرق هستند معامله بکنند. بیان در اون صورت من پیش از پیش براتان میگم بحران افغانستان بحران اجتماعی، بحران سیاسی، بحران فجایع اقتصادی، بحران فرهنگی کاهش نخواهد یافت، جنگ پایان نخواهد یافت، امنیت و صلح به افغانستان بر نخواهد گشت، فجایعی که امروز در دستور روز قرار داره ای کاهش نخواهد یافت و از یک انتخابات شفاف با جرأت نمیتوان حرف زد. آقای بلوچزاده، حالا تفاوت‌ها و نزدیکی‌های رهبرانی که از غرب آمدند، آقای خلیلزاد که در رأس مجلس دیشب نشسته بود، با کسان رهبرانی که در درون هستند و سنگ اپوزیسیون را بر سینه می‌زنند، تفاوت‌ها و نزدیکی‌ها میان اینها چه است که حالا زیر یک سقف می‌توانند کنار هم بنشینند؟ ببینید، چیزی که بسیار مهم است، باور به می شده که خطری که اینها هر دوی از اینا رو تهدید کرده، هم تکنوکرات ها و کسایی که از غرب آمدن به افغانستان میخواین کارهایی را انجام بدن و نه افراد اشخاصی که در داخل حضور داشتن. شما به حرفای معاون اول رئیس جمهور اگر توجه کرده باشین، نظامی که به وجود میاد مطمئنن این افراد مورد تهدید قرار خواهد داد و جمع از اینها در این ائتلاف ها و در اپوزیسیون ها است. به او خاطر تهدیدها و فشارهایی که نسبت به اینها وجود داره، اخیرا من طرف استادیو شما میاد یه خبر شنیدم که دوباره پس دوسیه فساد دیره از جنرال دوستم به روی سالانواله بیرون کرده که گویا این فرد دوسیهش دوباره پس روی صحنه آمده. در نزدیکی انتخابات حکومت این بازی ها را داره، این بازی ها را انجام میده، اما حرفی است که تهدیدهای مشترک هم از طرف آقای خلیلزاد نسبت به آقای خلیلزاد و جلالی و هم افراد اشخاص که در اپوزیسیون وجود دارن و تهدیدها بیشتر مشترک است تا برنامه ها. به او دلیل اگر این افراد که بیشتر در اجتماع این رهبران اپوزیسیون که در درین بودن میارن، اینها اگر باید چه تهدید اینها را متوجهشان است؟ یک بس بیشتر اگر بس استاد جلال کارا باشه و در افغانستان مفید باشه، که افراد کارا، افراد متخصص و افرادی که شایسته ریاست جمهوری هستن، اینها به ریاست جمهوری سمت سو پیدا بکنن و ریاست جمهوری آینده کشور در دست بگیرن، مطمئنا دیدگاه متفاوت خواهد بود. نظام پاسخگو،
نظامی که در رابطه با فساد سوال خواهد کرد، نظامی که در رابطه با تمام مشکلات و عواملی که در طول 13 سال اتفاق افتاده و از وزرا و از افراد اشخاصی که در این نظام فعالیت کردند پاسخ و جواب خواهد گرفت، در روز زمان مطمئنند که اینها به آشه رانده میشن. آره، شما به نحوی معتقد هستین با آقای جلال که به نحوی تسلیم شدن رهبران اپوزیسیون میتونه باشه این بحث ها؟ از دید استاد جلال میشه بگیم تسلیم، اما از دید شرایط یک اصطلاح سیاسی میشه برش بگیم که یک نوع انعطاف در وضعیت فعلی، یعنی یک گذشت و یک عقب نشینی و این عقب نشینی به خلاف خواهد بود. آنچنان که شما گفتین بله. که بر پایه قومی میخوان شکل بدن بله. در اینجا دیگه گذشت معنا نخواهد. اگر فرض به این بگذاریم که اگر بردن انتخابات به طرف قومی شدن، بس خطرناکتر از آن چی میشه که ما تصورش داریم. اگر از وضعیت قومی بودن بیرون شد و افراد اشخاص شایسته که مورد اطمینان مردم افغانستان باشن و افغانستان را این کشتی را از حالت بحران نجات بتن و مورد اطمینان مردم افغانستان باشن، اون مفید خواهد بود. اما این زورآزمایی ها که کس معاون باشه، کس رئیس جمهور باشه و چهره ها را بخواین تغییر بتن و یا در ارگ یک کودتای سفید بکنن از طریق انتخابات، فقط بخواین ارگ بگیرن و کرسی ریاست جمهوری را بگیرن و عوامل اجتماعی، بحران های سیاسی و بحران های اقتصادی در بینا برنامه نداشته باشن، هیچ فرق نمیکنه. ایمی فرد که امروز رئیس جمهور میشه دوباره پس مخالفینش خواهد داشت، دوباره پس طالبان در مقابلشون خواهد ایستاد و بدون کدام تغییر به مور ریاست جمهوری 5 سال ادامه خواهد داد، با میراث که از 13 سال ریاست جمهوری آقای رئیس جمهور میمونه. اینو در نظر نگیریم، رابط با کشورها هم در نظر بگیریم. با دل باوری است که بس اجتماعی ملی را که آقای خلیلزاد از طریق تلویزیون شما مطرح کرد، بس اجتماعی ملی را که آقای رئیس جمهور مطرح میکنه و بس اجتماعی ملی را که آقای اشرف غنی مطرح میکنه، تمام تلاشی است که اولا اطمینان ایجاد شه به خاطر برگزاری انتخابات، یک دو اطمینان ایجاد شده که افراد اشخاصی که در پای این هستن که میتونن توانای ریاست جمهوری را دارن خودشان کاندید بکنن، تیم خودشان را روی صحنه بیارن با مطرح کردن مسئله اجتماعی ملی. یک نکته را باید رفع کرد، اگر تیم حاکم فرد شایسته، فرد نخبی را میتونه کاندید بکنه، خب یالا بفرماید کدام کشور است، کدام نظام است که به خاطر بقای خود فکر نمیکنن؟ آیا تجربهش در روسیه نداریم؟ آیا تجربهش در پاکستان نداریم؟ آیا تجربهش در ایران نداریم؟ آیا تجربهش در خود امریکا نداریم؟ تیم حاکم، نظام، حکومت موجود تلاش میکنه که حکومت بعدی را هم در دسترس قرار داشته باشه، از آخرین امکاناتش تلاش میکنه. بعد برمیگرده به اپوزیسیون، برمیگرده به اپوزیسیون. اپوزیسیون چی برنامه هایی داره؟ چقدر میتونه جلو تقلب بگیره؟ چقدر میتونه جلو خودکامگی حکومت بگیره؟ چقدر جلو ای که از این انتخابات سوء استفاده میکنه حکومت، اینها رو بیل او بسگی داره به اپوزیسیون. در غیر از او این معنا نداره که رئیس جمهور یک نامزد مشخص داره. اگر این نامزد با برنامه است و توانایی داره که افغانستان مدیریت بکنه و افغانستان از این بحران نجات بده، بفرمایید. در غیر از او این نوع صحبت ها نمیفهم از کجا بیرون میشه، ولی در کل رقابت همی است، همین رقابت است. در رقابت کی برنده است؟ بفرمایید آقای جلال که همین رقابت است و طرح اجتماعی ملی که سوی رئیس جمهور کرزی، آقای اشرف غنی، احمد زای، مارشال فهیم و اینها مطرح شد، برای این است که نگرانی ها را کنار بزنند. ببین، ضرور مسئله مشهور است، آزموده را آزمودن خطاست. در 13 سال مردم افغانستان و دنیا این آقایان خوب آزمودن در چوکه های مختلف و مردم ما در ضرب المثل میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست. این آقایان باز دنبال تفنگداران میروند. من یک بار نشنیدم که اینا بگن که ما به پهنتون کابل میرویم و با استادان و دانشمندان پهنتون گپ میزنیم. من نشنویدم که به دانشگاه های افغانستان اینا مراجعه کنن و با استادان دانشگاه ننگرهار و دانشگاه هرات و دانشگاه بلخ و دانشگاه بالاخره غزنی گپ بزنن. من نشنیدم که اینا به مراکز فرهنگی با نویسندگان و شعرها اینا و فرهنگیان ارتباط بگیرن. اینا بازم ببینین، بازم بعد از 13 سال بازم به او جای میروند که 13 سال پیش رفتن و وضع موجوده مسئول نسخه های غلط و ناقص است که 13 سال پیش در خور حکومت افغانستان قرار دادن. 13 سال پیش گفتن ما علیه تروریسم مبارزه میکنیم، گفتن ما علیه طالب مبارزه میکنیم. طالب تا چهارآسیاب رسیده، طالب در شمال افغانستان به یک قوت بالفعل تبدیل شده.
اینا گفتن که علی زر تولید و ترافیک مواد مخدر ما مبارزه میکنیم. بهترین جوانان ما با مواد مخدر 2.5 میلیون جوان با مواد مخدر ما. یعنی شما میگین که باز اون تجربه های گذشته تکرار میشه؟ از جمله اطلافی که من چیزی رو نمیبینم در میدان، من یک امیدواری کلان نمیبینم سمت و سوی حرکت باز به نفع ناقضین حصول ناقضین حقوق بشر میبینم، به نفع کسانی میبینم که زمین های مردم غصب کردن، به نفع کسانی میبینم که با تفنگ حکومت میکنن. نتیجه نشستن ها حالا در خانه رهبران اپوزیسیون چی خواهد بود؟ من امیدوار هستم که اینا این نتیجه خود صحبت های خود باید بکنن. روال انتخابات همین گونه هست، ولی دایی فکر باشن که مردم افغانستان و عناصر تحصیل یافته و عناصر دموکرات و عناصر متخصص در محور حکومت آینده باشه، در ستون فقرات حکومت آینده باشه، نه اشخاصی که از فهم اداری و علمی و خدمتگزاری به مردم افغانستان کاملا تهیستن. آقای بلوچزاده چه برون خواهد آمد از زیر این سقف ها؟ از دو بس خارج نخواهد بود. اگر آقای خلیلزاد میانجیگری بکنه و وضعیت به گونه کنترل بکنه که فرد مقصر هم است تا حد تو چنانچه در طول 13 سال کارهای را انجام داده و معامله کرده یا صحبت کرده یا تفاهم کرده، همین بسیج سازی ها را در اون مدت انجام داده. اگر بحثی بود که روی یک کاندید واحد یا دو کاندید اینا به تفاهم برسن، نتیجه